درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه همکاران عزیز، میهمانان گرامی و حاضرین در جلسه و همینطور هموطنانی که ما را از طریق کانال یوتیوب و تلویزیون و اپلیکیشن بشریت دنبال میکنند یا در آینده خواهند دید. امروز 12 دسامبر 2022 برابر با 21 آذر 1401 و از ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی در خدمت شما هستیم با جلسه هماندیشی کمیته پژوهش با موضوع روز جهانی حقوق بشر و وضعیت حقوق بشر در ایران. از 74 سال پیش و از سال 1948 روز 10 دسامبر به عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شد و از اون تاریخ به این وقت بسیاری از دولت‌ها کوشیدن تا موارد اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در قوانینشون بگنجونن و حقوق ذاتی و شهروندی جامعه خودشون رو رعایت کنن. اما در این بین بودن بسیاری از دولت‌هایی که متاسفانه حقوق بشر رو نقض کردن، با وجود اینکه این اعلامیه رو بهش در سازمان ملل عضو بودن و امضا کردن ولی بهش پایبند نبودن و همچنان هم هستن. یکی از این دولت هایی که همواره نقض حقوق بشر انجام داده ما میدونیم که جمهوری اسلامی که از 43 سال پیش حدودن به این سمت همواره نقض حقوق بشر کرد. یعنی از اولین ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر که همه آزاد و برابر به دنیا می آیند رو نقض میکنه تا 30 ماده، یعنی همه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر رو نقض کرد و میکنه. و متاسفانه در سال روز جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر هم ما دیدیم که متاسفانه جمهوری اسلامی باز هم اعدام کرد و به نوعی حقوق بشر رو به سخره گرفت. در همین رابطه گفتگو خواهیم کرد با میهمان عزیزمون جناب آقای پرویز مختاری و نظرات ایشون رو خواهیم شنید. از همکاران هم تقاضا میکنم اگر نقطه نظراتی یا پرسش‌هایی دارن ما رو همراهی کنن و در این جلسه هماندیشی حضوری فعال داشته باشن. میکروفون رو در اختیار جناب آقای مختاری میذاریم و از صحبت ایشون استفاده میکنیم. بفرمایید آقای مختاری. من هم عرض ادب و درود دارم خدمت شما، همه همکاران و همه عزیزانی که زحمت کشیدن، تشریف آوردن و در این برنامه شرکت کردن. من از اونجا که امروز یه مقدار تمرکز حواسم به هم ریخته هستش، یادداشتایی تهیه کردم، سعی میکنم این یادداشتا رو بخونم و در 3 قسمت هستش. قسمت اول رو ابتدا میخونم، منتظر میمونم اگر سوالاتی اومد توانایی پاسخ بهشون رو داشتن پاسخ میدم و بعد میریم سراغ قسمت دوم. قسمت اول رو من اینجوری شروع میکنم: منشور جهانی حقوق بشر سندی بر پایه منع تبعیض و قانون‌مداری. فتح شهر بابل در سال 539 پیش از میلاد یکی از بزرگترین حوادث تاریخی و تاریخ ساز جهان بود. تاریخی بود از آن جهت که چنین فتی عظیمی بدون جنگ رخ داد و دوم از این نظر که امپراتوری هخامنشی با این فتح به بزرگترین و وسیع‌ترین امپراتوری زمان خودش تبدیل شد. تاریخ سازه به این جهت که اولا منشور حقوق بشر با قوانین او چشم بر جهان گشود. کوروش به دعوت نجیب زادگان، بزرگان و اشراف بابلی به جان آمده از ستم پادشاه بابل آنجا لشکر کشید. پس از فتح بابل او بردگان را آزاد کرد، یهودیان را از بازگشت به سرزمین مادریشان باز نداشت، حق انتخاب آزادانه دین را اعلام و برابری نژادی را برقرار کرد. اینجا در پرانتز بگم که بحث هایی هم هستش که
میگن که اینطور نبوده، کوروش اونجا رو به زور شمشیر گرفته و این منشور هم اساساً از کوروش نیست، برده‌ها رو آزاد نکرده، خودش بزرگترین برده‌دار زمانه بود. این رو در پرانتز میگم برای اینکه ببینید نظر مخالف این نظر هم وجود داره. این احکام رو با خط میخی بر اسوانه سنگی حک شدن. این فرامین توسط سازمان ملل متحد اولین منشور حقوق بشر شناخته شده و رسمیت شده. مفاد فرامین حک شده بر این منشور، بر این اسوانه سنگی، مطابق با 4 ماده اولیه اعلامیه جهانی حقوق بشره مصوبه 1948. ایده حقوق بشر با سرعت گاه با تعنی به شکل زینوسی خودش رو در سراسر دنیا گسترش میداد. اینجا و اونجا قوانین رو میگذراندن، این دولت آن دولت، این کشور آن کشور، این امپراتوری آن امپراتوری، در رابطه با حقوق شهرونداشون، حقوق همشهریاشون، حقوق مردمانی که اونجا با هم زندگی میکردن. قوانین جهانی حقوق بشر مبنای مهمی برای نظم اجتماعی و بین‌المللی هستند. این قوانین همزیستی مسالمت‌آمیز بین مردم را نوید می‌دهند. رعایت حقوق بشر یعنی تأمین شرایطی که انسان باید چنان زندگی کند که هدف زندگی انسانی است، یعنی فارغ از ترس، رها از قید و بند، در امنیت و به دور از هر گونه تبعیض و زورگویی، آزاد در انتخاب شیوه زندگی و تصمیم و عدم ترس از فقر. حقوق شهروندی آن دست از حقوق انسانی هستند که رابطه افراد رو با دولت، چگونگی رابطه افراد یا به عبارت دیگه ملت و دولت رو تنظیم میکنه. این حقوق حافظ شهروندان در برابر خودسری های دولت هستش، یعنی این که ما هم به عنوان یک شهروند خودمون هم موظف هستیم که حقوق خودمون رو بشناسیم و دفاع بکنیم. اگر نشناسیم نمیتونیم موقعی که دولت ها حقوق ما رو رعایت نمی کنن متوجه بشیم که حقوق ما داره پامال میشه و سنانه نمیتونیم هم با نقض حقمون مقابله بکنیم. دو طرفه هستش، ولی در اصل برای این هستش که ما شهروندان مواظب دولت مردان باشیم، مواظب دولت ها باشیم که حقوق ما رو از بین نبرن. هرگاه دولت کوچکترین تلاشی برای محدود کردن حق آزادی اندیشه، حق آزادی عقیده و مذهب صورت دهد، نشان خطرناکی از آغاز زورگویی خودسرانه دولتی را بروز می‌دهد. حقوق بشر تضمین کننده یا در واقع جلوگیری می‌کند از هر گونه تبعیض بر مبنای جنسیت، قومیت، مذهب، جهان‌بینی فلسفی و روش زندگی. من سعی میکنم که این سند جهانی حقوق بشر رو تو این زاویه، یعنی تو زندگی که انسان باید بکنه، این زندگی بدون ترس، بدون واهمه بیان بکنم. این سند پس از منشور جهانی تأسیس سازمان ملل متحد، این 3 سال بعدش یه سندی تهیه شد معروف به منشور جهانی حقوق بشر و بعد به صورت در 30 ماده منتشر شد به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر که کشورهای زیادی اون موقع 51 کشور فکر می‌کنم امضا کردن، از جمله ایران هم، دولت ایران هم در آن در وقت جزء امضا کنندگان اولیه این سنده. این سند مقوله انسان محوره و کرامت انسانی روح این سند رو تشکیل میده.
انسانی که در امنیت و آزادی زندگی میکنه و حرمت اون مورد تعرض قرار نگیره، حالا به هر شکلی که دلش میخواد زندگی بکنه، به هر روشی که دلش میخواد زندگی بکنه، هر گونه جهان بینی که داره، هر عقیده داره، کسی حق تعرض بهش نداره. ویژگی های تعیین کننده این سند یکی جهانی بودنشه، یعنی نمیتونه بیاد فرض کن جمهوری اسلامی بگه که حقوق بشر اسلامی یا حقوق بشر ایرانی یا حقوق بشر روسی، جهانیه. این سی ماده جهان شموله. منع تبعیض و عدالت قانونی، این اون محتوای اینه. هیچ گونه تبعیضی بین افراد انسانی جامعه بشر قائل نمیشه و عدالت قانونی، یعنی همه در برابر قانون برابری، هیچ گونه امتیازی و تحت هیچ فضیلتی نمیتونه برای کسی قائل بشه. مثلا فرض کنید اگر که یه نفر پروفسوره، یه نفر مخترعه یا یه نفر رهبریه یه حزب داره، هیچ فضیلتی بر بنده عضون حزب یا بر بنده که چند کلاس سواد دارم نداره. به لحاظ حقوقی در مقابل این سی ماده همه همون با هم برابر. سی سند هم طور که بیشتر گفتم حاوی سی ماده هستش که بیش از 100 حق انسانی در همه حوزه‌های زندگی اجتماعی ذکر شدن در سی ماده که با رعایت آنها انسان آنطور زیست خواهد کرد که شایسته آن است، یعنی زندگی با احترام و کرامت انسانی به دور از ترس، فقر، زورگویی خودسرانه هم از سوی دولت یا فرد بر فرد، و در نهایت زندگی در امنیت. این حقوق را میتوان از نظر محتوا به دو دسته بزرگ طبقه بندی کرد. ماده 1 تا 21 شامل حقوق سیاسی و مدنی انسان است و مواد 22 تا 30 عنوان حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خوانده میشن. در همین رابطه هم هستش که ما پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر 2 تا کنوانسیون، 2 تا مصوبه دیگه هم داریم که درست همین دو بخشو که من میگم، یعنی کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی، کنوانسیون حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هم داریم که باز هم اینجا دولت ایران از شرکت امضا کنندگان این دو کنوانسیون الحاقی هم هستش. ماده 1 با اشاره به این که همه مردم از نظر کرامت و حقوق برابر به دنیا می آیند تبیین فلسفی این منشور است. ماده 3 اولین سنگ بنای کلی با پردازش به حق زندگی، آزادی و امنیت را فرموله می کنه. توماس جفرمن، همون انقلابی بزرگ آمریکایی که قانون اساسی آمریکا را مدخل توش نوشته بود، توماس جفرمن در سال 1776 حقوق بنیادی و اساسی بشر را حق حیات، برابری، آزادی، طلب، سعادت دانست. حقوقی که همواره و در تمام اعصار تاریخ و برای همه ابنای بشر جاودانه خواهند. توماس جفرسن تو هم وقتی این 10 ماده رو که آورد برای اضافه کردن به قانون اساسی آمریکا، نگرانیش از این بود که اگر دولت حقوق ما، دولت ما انتخاب میکنیم، بسیار خوب، دولت منتخب ماست، اما اگر حقوق ما رو رعایت نکرد چه باید بکنیم، بودش که آورد این موادی رو که پایه‌های اصلی حقوق بشر جهانی شد، بعدن اومد در اون 30 ماده انعکاس پیدا کرد، نوشت. ماده 22 سنگ بنای حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را تعریف می‌کند. این ماده را در کنار ماده 3 می‌توان 2 ستون و سنگ بنای بنیادین منشور جهانی حقوق بشر خواند. در پایان یادی کنم از همه زنان و مردانی که با قلم و قدم خود و با خرید رنج بسیار این سند حیرت انگیز را تدوین کردن و همه مردمان بشر دوست را که برای پاسداشت آنها همت می‌گمارند، و نیز یادی بکنم
این روزها بودش که مختاری و پوینده رو کشتن و پوینده همین منشور جهانی حقوق بشر رو و اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به فارسی ترجمه کرد. من این بخش رو به اتمام میبرم، اگر که دوستان سوالی دارن بفرماین، سعی میکنم پاسخ بدم. بسیار ممنون از شما جناب آقای مختاری عزیز. آقای منیری، آقای مصطفی منیری سوالی دارن گویا. میکروفون در اختیار شماست آقای منیری. مرسی. سلام عرض میکنم آقای مختاری. حالا من نمیدونم، این شاید چون فرمودید به سه قسمت تقسیم کردید بحثی که میخوایم مطرح کنید، حالا من سوالمو مطرح میکنم، اگر دیدید شاید اون دو مورد دیگه مربوطه اونجا پاسخ بدید باز ممنون میشم. میخواستم بپرسم که اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش از اندازه ایدئالگرایانه نگاشته نشده؟ که مثلا سوال اصلیم اینه که آیا دولت یا حکومتی هست که 100% به اعلامیه جهانی حقوق بشر عمل کنه و بهش پایبند باشه؟ چون مثلا بحثای انتخاب ملیت یا یا حق پناهندگی، مثلا اینها مسائلیه که شاید بعضی از کشورهای حتی دموکرات رو هم ببره زیر سوال. آیا کشوری وجود داره که 100% به این اعلامیه پایبند باشه؟ و از طرفی آیا اعلامیه همون، دقیقا میخواستم بگم که شاید دیگه انقدر ایدئالگرایانه هست که از حالت کاربردی شاید خارج شده باشه. مرسی. متشکرم از سوالتون. ببینید در بعضی کشورها مثل همین کشور آلمان که بنده اینجا زندگی میکنم، این منشور جهانی حقوق بشر اومده اصلا قانون اساسیشون بر این بنیاد پیافته، بر بنیادش منشور جهانی حقوق بشره و کرامت انسانی رو میگه که امریست غیر قابل دستکاری و یا مورد شک بردن یا دخالت درش. من به فارسی نمیدونم چگونه میشه اینو ترجمه کرد، میگه که اون تاسبار، یعنی کرامت انسانی غیر قابل انگولک کردنه، به فارسی به اصطلاح خودمونی بخوام بگیم. خب اینا تو قانون اساسیشون هست این منشور. حالا اینجا و اونجا ممکنه که دولتی اینو نقض بکنه، ولی در عمدتاً کشورهایی که در اونها نظامات انتخاباتی حاکمه و مسئولین مدیریت کلان کشور دوره‌ای انتخاب میشند و پارلمان ها هستن که در اون قدرت اصلی رو دارن، اگر دولت هم موردی پیش بیاد که نقض حقوق بشر بکنه، میتونن میذارنش کنار. فرض کنید در مورد همین مسئله کرونا، خب در اینجا یه عده‌ای بودن که میگفتن که این لاکدون و این که محدود میکنین زندگی ما رو، حقوق ما رو داره از بین میبره و هیچ وقت هیچ کس هیچ دولتی حق نداره که حقوق فردی انسانها رو چیکار بکنه، زیر پا بذاره، نادیده به انگاره. خب این بحثای اساسی بودش و بحثایی بودش که قضات قانون اساسی هم وارد شدن بهش، اونا هم تظاهرات ها میکردن، حرفایی هم داشتن. یه همچین مواردی رو میشه گفت که نقض میکنن. یا مثلا فرض کن پناهندگی، خب در جایی از منشور جهانی حقوق بشر ننوشته که دول امضا کننده این موظف هستن که هر کسی بهشون رو آورد او رو پناهندگی خواست ازشون پناهندگیشون بپذیرن. منشور جهانی حقوق بشر میگه که انسان میتواند هر جایی که خواست زندگی بکند، محل زندگی خود را انتخاب بکند. ولی وقتی فرض کنید بنده ایرانی میخوام محل زندگی رو کانادا انتخاب بکنم، اون قوانین کانادا هستش که شرایطی داره برای اینکه من کانادایی بشم، یا در آلمان شرایطی داره برای اینکه من رو به عنوان
یک شهروند، فقط اینکه بیام اینجا زندگی کنم، خب میتونم بیام مثلا هم قدیم مدت پس از جنگ جهانی که کارگران مهمان بهشون میگفتن، ترک ها و ایتالیا و اینا میان به جا کار میکردن و پول در میآوردن میرفتن، الان هم همینطور میموندن میرفتن میموندن میرفتن. ولی اگه بخوای بیای وارد آلمان بشی و به عنوان یک شهروند آلمانی قوانین آلمانی برات حاکم بشه، بعد قوانین رو هم چکار بکنی بپذیری. من نمیدونم اسم اینو میشه گذاشت نقض حقوق بشر، چون من تو ذهنم ندارم این سیماده رو تقریبا حفظم، حالا ممکنه شماره به شماره حفظ باشم. جایی گفته باشه که پناهندگان رو شما باید بپذیرید به عنوان امضا کننده این منشور. فکر میکنم بسیاری از کشورها در کلیتش این، به خصوص کشورهای اروپای مرکزی، در کلیتش این قوانین رو رعایت میکنن. یعنی روح منشور جهانی حقوق بشر که همان کرامت انسانی است، زندگی کردن انسان به آن گونه که انسان باید زندگی کند، یعنی به دور از ترس، واهمه، زور دولتی، قایم کردن خودش، ترس از فقر، فقیر هست توش، ولی دولت موظفه که سعی بکنه که کسی رو نذاره که گرسنه بمیره. همین دلیل در آلمان قانون هستش که شما باید حتما یه سقف بالا سرت باشه، یک سبد غذایی تعیین میکنن، دولت بعد اون رو تامین کنه اگه خودت نمیتونی تامین کنی. امیدوارم تونسته باشم جوابتون بدم. ممنون از شما آقای مختاری، ممنون از توضیحتون. ضمن خوشامدگویی خدمت آقایان رایی و آل حمیدی، آقای رایی رو خواهیم شنید، سوالی دارن بفرمایید. آقای رایی. بله بله، با درود به شما آقای مختاری گرامی و دوستان گرامی. من از طرح سوال آقای منیر شروع میکنم، چون به نظر من طرح سوال رو میشه روش فکر کرد و اون این هستش که حقوق طبیعیه، در تمام پدیده‌های طبیعی وجود داره و بنابراین ایدئال نیست، بلکه خود زندگی است. خروج از حقوق هستش که خروج از به اصطلاح عمل نکردن به حقوق هستش که خروج از زندگی است. این از جنبه شالوده بودن حقوق و بنابراین لازمه توجه کنی به یک نکته و اون نکته این هستش که ابتدا انسان‌ها بر میزان حقوق و نه بر اساس تناقض‌ها و مشکلات با هم همدلی پیدا کردن، یک جامعه رو ساختن و بعد به علت آلودگی به قدرت در اونجا درگیری‌ها و تضادها و مشکلات پیش اومده. یعنی این که بگوییم بالاخره یک روزی انسان‌ها به جامعه ایدئال میرسن، بی توجهی است به اینکه از یه جای ایدئال شروع کردن. اون چیز ایدئال داخل گیومی همونی که شما گفتین، یعنی زندگی حقوقی، از یه جای شروع کردن. پس تشکیل جامعه ابتدا با رعایت حقوق انجام میگیره، اما حقوق چون جاری هستن، این واقعیت هستن، قسمت بزرگ واقعیت رو تشکیل میدن. قسمت کوچکش مرض‌ها هستن، آلودگی به قدرت‌ها هستن و اعتیاد به قدرت‌ها هستن. اما از اونجایی که حقوق با هم یک سیستم کامل رو تشکیل میدن، در تمام جوامع بشری از جنبه عملی میتوان گفت سوال آقای منیری محل پیدا میکنه. از جنبه عملی هیچ جامعه‌ای نیست که به طور کامل حقوق رو رعایت کنه. دلیلش این هستش که جامعه ها به اون کرامت انسانی که آقای مختاری توضیح دادن به دقت عمل نمی کنن. اگر کرامت انسانی در همه فعالیت های انسان باشه، بسیار از فعالیت اقتصادی جنبه عملی پیدا نخواهد کرد، همینطور در جاهای دیگه. پس این که ما بگوییم هم کرامت هم مالکیت خصوصی یه تناقضه. مالکیت سعی رو هر انسانی داره، مالکیت شخصی رو هر انسانی داره، اما مالکیت خصوصی که یه شرکتی بیاد بگه به علت اینکه در جهان ندرت وجود داره، منابع ندرت وجود داره، من این منابع رو میگیرم، این تبعیض رو قائل میشم برای اینکه کار ایجاد کنم، این تناقضه. این تناقض با حقوقه، این تناقض با کرامت انسانه. کرامت انسان نه تنها قابل پایمال کردن نیست،
بلکه تصمیم انسان هم قابل انتقال به مرجع، مقام و شخص دیگه ای نیست. و بنابراین در دموکراسی ها چه راه حل نیمبندی رو در واقع پیدا کردن؟ و اینکه نه، ما درسته که به تصمیم قابل انتقال نیست، اما برنامه رو هر نماینده‌ای مطرح میکنه، مردم به اون برنامه رأی میدن، بنابراین تصمیم خودشون رو در دست خودشون نگه میدارن. در اینجا دوم، بنابراین موقعی که اینگونه میگن به تناقض بعدی پاسخ نمیدن. اگر حق تصمیم مردم قابل انتقال نیست و اگر مردم به خاطر برنامه رأی میدن، برنامه پیاده نشه، چگونه اون مسئول تونستی یه برنامه دیگر رو پیاده کنه؟ در اینجا نشان داده میشه که در واقع مردم تصمیم گیرنده همواره لازمه باشن، نماینده هاشون مجری باشن. مرسی، خیلی ممنون. ممنون از شما آقای الهی عزیز. آقای آلا حمود رو خواهیم شنید. البته تقاضا میکنم که دوستان، چون آقای مختاری یک ساعت با ما خواهند بود، سوالها کوتاه باشه و ایشون بتونن به همه سوالا پاسخ بدن. آقای آلا حمود، میشنم شما رو، بفرمایید. صدا میاد؟ بله بله، بفرمایید. سلام دارم خدمت آقای مختاری و به شما و همه دوستان و عزیزان شرکت کننده در این بحث. من در حقیقت یه سوالم اینه که آیا ما در مرحله رسیدیم به صفت جهانی میگن که بخوایم در واقع قوانین کشوری رو که با روح حاکم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعارض باشه رو با مکانیزم هایی بتونیم جلوشو بگیریم؟ ببینید، خیلی جاها این قضیه یک مفری هست و یک راه در روی هست که میگن مسائل داخلی. این چیکار میشه کرد که بشه در حقیقت این قانون اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به تمام آحاد بشر تعمیم بدیم؟ سپاسگزارم. از این کوتاه‌تر نمی‌خواستم بپرسم. خیلی هم ممنون آقای آل حمود، خیلی هم عالی، ممنون از شما. آقای مختار، میشتم شما رو بفهم. بسیار متشکرم. من هم درود و عرض ادب دارم خدمتتون. عرض کنم که ابتداً باید به یه چیز توجه داشته باشیم که اعلامیه جهانی حقوق بشر و خود حتی منشور سازمان ملل متحد، یعنی خود سازمان ملل متحد، دارای قوه اجرایی نیستن. دولتی که این رو میپذیره مثل دولت ایران، میبینیم که نقضش هم میکنه، کسی هم چیزی بهش نمیگه. از چندین سال پیش تلاش هایی داره صورت میگیره که سعی کنن کشورهایی که به طور مستمر حقوق بشر رو نقض میکنن، از روش های مختلف مثل تحریم های حقوق بشری به نوع اینا رو وادار بکنن که دست از این اعمال زشتشون بردارن. و اونجا که به این میرسه که یه قانونی تصویب کردن به اسم قانون حفظ زندگی، اونجایی که بس پس کنید قوم‌کشی، تبارکشی در کشور را بیفته یا بر اساس باورهای دینی، تصویر دینی اتنیکی را بیفته، منشور شورای امنیت سازمان ملل متحد اگر این تصویب بشه توش، آقا این کشور داره قوم‌کشی میکنه، میتونن نیروهای سازمان ملل رو بفرستن اونجا. بیشتر هم نیروهایی که میرن وسط دو جبهه میایستن، وارد جنگ نمیشن تا اونجا که جنگ هم مگر که مورد حمله قرار بگیرن. موردش یوگسلاوی سابق خاطرتون هستش که اون گردان هلندی تو تماشا کرد قتل عام. این نبود، اینطور نیستش که بشینه تماشاچی بشه فقط رفته باشه. تلاش هایی داره صورت میگیره
که چنین اهرم‌ها و ابزارهایی پیدا بشه، ولی هنوز نه. خود قانون اساساً لازم الاجرا نیست، جهان شمول هست، شامل همه کشورها میشه نمیشه تفکیکش کرد. چنان که بیشتر گفتم قانون حقوق بشر اسلام اینه میگه، مسیحیت اینه میگه، کمونیسم اینه میگه، اون بسا انسان برتر تراز نوین کمونیستی رو بذاریم میگیم ما این انسان هدفمونه، اون انسانی که شما میگین کرامت انسانی بنداز دور، ما جلوتر از شما هستیم. کارشون نمیتونن بکنن. تا اونجا که من میدونم تلاشهایی داره صورت میگیره، واسه همینم این کلاه آبیا درست شدن. اینا فقط فعلا تا اونجا که تونستن به عمل کردن در قتل عام‌های قومیتی و دینی بوده. بسیار ممنون آقای مختاری. دوستان سوال دیگه گویا ندارم. بخش دوم صحبت شما رو اگر امکانش هست بشنویم. بخش دومم رو نگاهی در واقع اسمش رو گذاشتم نگاهی به جایگاه حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی. مجمع عمومی سازمان ملل متحد آبان به آبان فکر میکنم همیشه نشست داره و در تمام نشست ها اومده از سال 1966 دولت ایران رو به عنوان ناقض حقوق بشر محکوم کرد. هر سال یه قطعنامه اومده که دولت ایران رو محکوم میکنه به این که حقوق بشر رو رعایت نمی کنه. ببخشید از سال 1364 شمسی معادل 1985 میلادی تا کنون تقریبا همه ساله سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی ایران رو به نقض حقوق بشر محکوم کرده و قطعنامه صادر کرده. منتها همونطور که بیشتر گفتم قطعنامه جنبه اجرایی نداره، قطعا به صادر میکنید. گاهی آدم این احساس بهش دست میده که گاهی ما رو سر کار میذارن، خب یه قطعا به داریم، ولی ما میبینیم که اونا بر شدت تبخش، خونخارگی و جنایت تبهکاران خودشون میافزاین تازه و میاد و تازه دفاع میکنن از حقوق بشر خودشون. و الان این امیر ابراهیمی تو داره تو دنیا میچرخه و میگه که ادعا میکنه که اون چه که علیه معترضین در ایران صورت میگیره و درست بعد از اعدام جاویدنام محسن میگه که اینا نرم بر اساس نرم و استاندارد هاست، اینقدر جریح و پررو هستن. یعنی که همین یکی دو ماه پیش دوباره محکوم شده بودن قبل از اینکه این جنایت های به این شدت رو شروع کنه. نقض حق آزادی بیان و اندیشه به طور کلی همه آزادی فردی اساسی در ایران جاریه. از روز اول تأسیس این حکومت، این نظام این بوده. ببینید نظام جمهوری اسلامی یک نظام ایدئولوژیکه. به جامعه شناسا در جامعه شناسی یک دولت‌های هستش بهشون دولت‌های استثنایی. از جمله این جمهوری اسلامی رو میشه در اون کاتگوری، در اون حوزه طبقه بندی کرد. یک دولت ایدئولوژیکه. این اول میاد چیکار میکنه؟ مردمان ایران رو به مسلمان و غیر مسلمان تقسیم میکنه. مسلمانان دارای حقوق بهتری هست، یعنی یک حقوق غیر مسلمان نمیتونه قاضی بشه. بعد میاد تازه خود مسلمانان رو هم به مرد و زن تقسیم میکنه. میبینیم که خانم عبادی اولین قاضی زن بود، عزلش میکنن از قاضیگری، قاضی نمیتونه، زن قاضی نمیتونه باشه. زن حضانت بر بچهش رو نداره. زن اگه میخواد بره مسافرت بعد از پدرش، شوهرش، برادرش اجازه بگیره، اگه شوهر داره از شوهرش، اگه نه که دختر خانم هستش از یکی از مردان خانه اجازه بگیره که بیاد خارج از کشور.
بعد میاد تازه این رو هم به اینم بسنده نمی کنه. میاد تازه این رو هم تقسیم میکنه به چی؟ شیعه و سنی. بازم می نمیدیم که سنی ها در تهران دارای یک مسجد نیستن. چند میلیون آدم هم؟ چند ده میلیون آدم هم؟ چقدر سنی ها؟ خیلی زیاد هم. ولی یک مسجد ندارن. حق داشتن یک مسجد رو هم ازشون سلب میکنن. بعد تازه شیعه ها هم میاد تقسیم میکنه به شیعه دوازده امامی و از تا عشری به این امام زمانی ها. دستگیری ها، توقیف ها، جمع‌کردن فعلی روزنامه ها، دستگیری فعلی معترضین، دستگیری فعلی روزنامه نگاران، نویسندگان، به قتل رسوندنشون، هنرمندان. اینم که در بساط بخواد آدم شاهد مثالاشو بگه بعد یه چند ساعتی فقط اسم بخونه چه کسایی رو دستگیر کردن، چه کردن و چه کردن. اعمال شکنجه هم که میبینیم دیگه، اینا میان آدم ها رو شکنجه میکنن، وادارش میکنن به اعتراف به کاری که نکرده و بر اساس این اعتراف هم میان اعدامش میکنن. همین دو عزیزی که در ظرف این سه روز اعدام شدن، حتی میان اعدام رو در ملأ عام صورت میدن، مثل امروز رهنورد رو در ملأ عام اعدام کردن. خود اعدام، خب ما حقوق بشره کلن مخالف اعدام هستیم به هر دلیلی، هر کاری کسی کرده باشیم نه که جان کسی رو نمیتونیم بگیریم، نه باید اعدام درخشش. در بیش از 60% از کشورهای دنیا اصلا مجازات اعدام از قوانین جزاییشون حذف شده و در 7 کشور دنیا که مجازات اعدام دارن، مجازات اعدام هرگز صورت نمیره، استثناء داره. فقط در شرایط حاد و بحرانی و استثنایی مثل زمان جنگ اگه بشه میتونن کسی رو اگه مثلا یه جنرال خیانت بکنه به دادگاه نظامی اعدام بهش بده. در باقی کشورها حکم اعدام صادر میشه ولی حکم اعدام اجرایی نمیشه، قانون شده. و هر روز بر تعداد کشورهایی که مجازات اعدام رو میذارن کنار خوشبختانه افسوده میشه. خب چین و ایران هم که با هم مسابقه میدن در کشتن انسان. در ملأ عام کشتن انسان خودش یک نوع شکنجه جامعه است. به قتل رساندن یک انسان جلو چشم دیگران شکنج صدمه روحی روانی میزنه، کرامت انسانی رو صدمه بهش میزنه، شخصیت انسانی رو صدمه بهش میزنه. حتی اینا میان کودکان رو، جوانانی که زیر سن قانونی هستن میکشن. مثلا فرض کنید یه بچه در 14-15 سالگی دعوا کرده با چاقو زده که کشته یا قتل رخ داده. خب اینا صبر میکنن تا این 18 ساله بشه بعد بکشنش. نمونه هاشم فراوانه. الان هم که تو جریان جنبش انقلابی کنونی که بگه اصلا اینم گذاشتن زیر کشتن میکشن. بعد میگن چی؟ ما نکشتیم که خانواده اون بر اساس قانون اساس خانواده مقتول میتونن به قتل اینو بخوان. اگه اونا ببخشن ما نمیکشیم، ولی ما مجبوریم قانون قصاص رو رعایت بکنیم. میبینیم از خود قانون قصاص هم یک قانونی هستش که نقض حقوق بشر رو میکنه. یا اصلا احکامی که از دادگاه های به اصطلاح انقلابی صادر میشه، خود این دادگاه انقلابی هیچ کدومشون دارای اون استانداردها و نرمهای بین‌المللی یک دادگاه منصفانه رو ندارن. یعنی دادگاهی که درش تفهیم جرم شده باشه، به متهم وکیل داشته باشه، خودش وکیلش انتخاب کنه یا وکلاش انتخاب بکنه، هیئت منصفه‌ای وجود داشته باشه، جوری وجود داشته باشه، یک پروسه حقوقی طی بشه. هیچ کدوم اینا در دادگاه های انقلاب صورت نمیگیره. آقای خلخالی حکم میکنه میکشه، بعد میگه که خب اگه هم شما کشتی میره بهش. <تص->
در مورد ادیان هم چه خب همه امروز متاسفانه خبر دردناک خوندیم، دو تن از بانوان باهایی 10 سال زندان کشیدن، دوباره 10 سال دیگه بهشون زندان دادن. 10 نفر از شورای باهایی ها رو در شیراز، یه دختر بچه 17 ساله هم توشون بود معلمی میکرد اگه خاطر کن باشه یا بخونیم، گرفتن و کشتن، اعدامشون کردن. بارها با محمود نژاد جان خانم مونا محمود نژاد شما میفرمایید. بله بله معترض باشی به طرز لباس پوشیدنه، همین حجاب اجباری خب دیدیم یه میان یه ارتش درست میکنن از یه آدم خور به اسم گشت ارشاد که زن و بچه مردم رو تو کوچه و خیابون کتک میزنه که تو گوشه از مود دیده شده و مهسا رو هم میبرن میکشن دیگه. مهسا یه دختر شیک پوشیده بود، زیبا پوشیده بود، آراسته پوشیده بود، لباس کردی هم لباسی که همه بدنش پوشیده است، احتمالا یک کمی از گوشه موش بیرون بوده. اینا دشمن زیبایی هم هستن. اومده بود دیدن داییش تهران با برادرش، بردن بچه مردم و دختر جوان مردم رو زدن، مغزش رو جمجمهش رو ترکوندن و کشتن. ماده 2 منشور جهانی حقوق بشر میگه که هر کس میتواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگری، از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره‌مند گردد. ما نگاه میکنیم میبینیم که اگر شما هر کدوم از اینا رو یک ایرانی داشته باشه، این حقوق به طور مطلق از شایعت درآید. حقوق بشر اسلامی فقط در مورد مسلمانان وابسته به ذوب شده در ولی فقیه اجرا میشه. ماده 18 میگه که هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان، مذهب بهره مند شود. این حق متضمن اظهار آزادانه عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسمی دینی است. یکی از ابزارهایی که شما میتونید عقیدت رو بیان بکنی تظاهرات خیابانی هست. شما تظاهرات خیابانی مهمترین ابزار و زامن، یعنی ابزار تضمین کننده آزادی بیانه. شما باید بیانتو بتونی، من نظرتو بیان کنی آزادانه. تظاهرات مهمترین ابزار این بیانه. در ایران چگونه چی رو بروش؟ اگه کارگری 2 سال حقوقش نگرفته، 6 ماه حقوقش نگرفته، صداش در میاد کتک بخوره، کارگر میگیره شلاق بزنه. تو چرا صدا در بده که حقوقت نداره؟ بابا من کار میکنم، من اون رو زن بچه رو داره. به همین سادگی هستش در ایران نقض حقوق بشر. بعد از اینکه اون 10 نفر از باهایان رو اعدام کردن در سال 1983 بود، تو یادداشت من الان پیداش کردم، آیت الله محمدی گیلانی رئیس دادگاه انقلاب عصر طلایی امام خمینی هم در مصاحبه اعلام کرد که عضویت در جامعه باهایی مترادف برای جاسوسی و استعمار است. این عده که اعدام شده هم در دادگاه شرع جمهوری اسلامی جاسوسی آنها به نفع اسرائیل و ایادیش محرز شده و به حکم قرآن به سزای اعمال خیش رسیدند. این که حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران جایگاهی نداره. امضا کردن پاشو، ولی کلن این منشور و اعلامیه و این 30 ماده در ایران همش زیر پا گذاشته میشه، چرا که هر حقی رو برای انسان قائل هستن، مثل اون یه چیزی این دولت روحانی نوشت، آخرش یه شرط اسلامی داره، مگر با اسلام در تناقض باشه، مگر فلان قانون اسلام رو نقض نکنه. یعنی شرع اسلامی هستش در واقع حقوق بشر در ایران، که همون به اصل حقوق شرع هم مردم رو امت میدونه، یک
امام دارن، یه امت دارن، مردم تابع این ولی و امام هستن. امت هستن، امت حرف شنوه، به قول مردم رمس، به قول آقای مختاری، زنده یاد محمد مختاری. هیچ نشانی از حقوق بشر امروزی شما در ایران نمیتونی پیدا کنید. خب ماده 19 هم دوباره همین آزادی بیان عقیده هستش. میبینیم که ایران الان چند سال پشت سر همه که عنوان قطعگاه روزنامه‌نگاران از طرف سازمان‌های روزنامه‌نگاری شناخته میشه و خامنه‌ای را هم میگن که چی جلاد روزنامه‌نگاری. این اسمشه، این چیزیه که منابع و سازمان‌های رسمی، ارگان‌های رسمی که خبرنگاری و روزنامه‌نگاری رو دفاع میکنن ازش، آزادی بیان رو دفاع میکنن، آزادی نشر عقیده رو دفاع میکنن و به اینا دادن. من این قسمت رو هم اینجا تمام میکنم، منتظر میمونم اگر سوالی هست در خدمتتون هستم. بسیار ممنون آقای مختاری. در خلال صحبتاتون اشاره کردید که سازمان ملل، یعنی بله سازمان ملل امسال یک کار خیلی فوق‌العاده انجام داد که تا حالا انجام نداده بود و یک کمیته حقیقت‌یاب رو تشکیل داد برای جنایت جمهوری اسلامی. با وجود این اما همچنان جمهوری اسلامی در خیابان‌ها آدم‌ها رو کشته و می‌کشه، زیر شکنجه آدم‌ها رو کشته و می‌کشه و اعدام‌ها هم که حالا شما فهمیدید اعدام در ملأ عام به نظرم اشتباه، اعدام در ملأ سرکوبگرانشون، چون اون افرادی که حالا من فیلمو متأسفانه دیدم، نمی‌خواستم ببینم ولی خب ناخواسته دیدم، یک سری افراد خودی هستن که الله اکبر میگن به جان دادن یک بشر، متاسفانه من واقعا نمیدونم چی باید بگم به اینجور افراد. اینا چه مدل زندگی یا چه مدل تربیتی گرفتن که به این سمت گرایش پیدا کردن که اینقدر خوی وحشیگری و خونخواری دارن؟ در صورت عزیزان اگر کسی نظری یا پیشنهادی یا سوالی داره لطفا. بله جناب آقای رایی عزیز، میشنویم شما رو. بله خیلی ممنون. در مورد بند 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر یه نکته لازمه بسیار توجه کنیم و اون این استش که در واقع نه تنها تأکید میکنه که هر انسانی آزاده، هر عقیده داشته باشه، هر دین و مرام و نهل فکری رو داشته باشه، بلکه تأکید هم داره بر این که میتوان اون رو تغییر بده. پس بنابراین انسان اکراه در پذیرش لازمه نداشته باشه، اکراه در ادامه لازمه نداشته باشه و اکراه در بیرون آمدن از اون عقیده‌ای هم که داره لازمه نداشته باشه. این یکی از نکاتی است که بسیاری از دین‌های تاریخی از جمله اسلام تاریخی نپذیرفتن. یعنی میگه که شما بعد از اینکه دیگه پذیرفتی، دیگه بعد از اون دیگه باید رعایت کنی، آزاد نیستی دیگه، کار دیگه بکنی، همون رو باید رعایت کنی. این دروغه، این دروغه، این با حقوق تطبیق نداره. انسان میتوانه نظر خود رو به محض اینکه وجدان پیدا کرد به نظر جدیدی اون رو مطرح کنه. اما چرا جمهوری اسلامی و رژیم‌های استبدادی یا تمامیت‌خواه نمیتوانن حقوق رعایت کنن؟ برای اینکه حقوق یک سیستم کامل و غیر قابل انشقاقه. به محض اینکه یک حقی پایمال بشه، تمام حقوق پایمال شده و بنابراین شما نمیتوانید دولتی در دنیا پیدا بکنید، از جمله دولت‌هایی مثل که تمامیت خواه هستن یا تمایل به تمامیت خواه دارن مثل رژیم ولایت فقیه، که حقوق رو رعایت کنه، بلکه در مواردی رعایت میکنن، در مواردی رعایت نمیکنن. بنابراین تمام سیستم حقوق رعایت نمیکنن. اما از اونجایی که حقوق قسمت بزرگ واقعیت هستش، در جامعه های دموکراتیک رعایت میشه. نکته دیگه رو لازمه در اینجا توجه کنیم و اونی هستش که ما دو نوع جامعه در دنیا داریم، جامعه های مسلط و جامعه های زیر سلطه. موقعی که حقوق، بعضی از حقوق یا که در واقع تمام سیستم حقوق در جامعه های مسلط رعایت نمیشه، در اونجا
مشکل تمرکز کانونی پیش میاد، یه جای بیشتر یه جا کمتر، اما در کشورهای زیر سرده تخریب زیاد و حیات اصلا به وجود میاد. شما از نظر اقتصادی نگاه کنید، اقتصاد مسلح با اقتصاد زیر سلطه، میبینید که این وضعیت میبخشید به من یکی تلفن زد وجود داره. بنابراین اعلامیه جهانی حقوق بشر که 18 بند داره و در واقع منشور جهانی حقوق بشر، اون قسمت اعلامیه جهانی حقوق بشرش رو دولت‌ها میتوانن دستکاری کنن در موارد، خودش هم نوشته کدوم موارد، این قابل پذیرش نیست. حقوق جهان شمول هستن، حتی بیشتر از جهان شمول، هستی شمول هستن و غیر قابل دستیابی. یعنی قانونی اگر تطبیق نداره با حق، اون قانونی که به نفع حق باید تغییر بکنه. بنابراین صحبتی که آقای پرویز مختاری مطرح کردن که جامعه‌ای حقوق رو رعایت نمی کنن، مثلا میگه که خیلی خوب درسته که به این باید پناهندگی رو نمیده، این دلیلش این هستش که اون قانونشون رو باید تغییر بدن. در قانون اساسی فرانسه این بند وجود داره که هر جا قانون اساسی فرانسه تطبیق با حقوق نداره، قانون اساسی فرانسه است که باید عوض بشه و نه به عکس. به این علت که یک نکته لازمه توجه بکنیم، اگر ما ثابت و پایدار و دائمی به عنوان قاعده نداشته باشیم، مجبور هستیم قواعد نسبی رو اصل قرار بدیم و قواعد غیر نسبی دیگر رو در رابطه با اون قواعد نسبی که اصل قرار دادیم، بعد دچار رلاتیویسم میشیم، دچار جنگ 72 ملت میشیم، دچار استبداد میشیم. پس قوانین لازمه با ثابت و پایدار و دائمی و جهان شمول و همه مکانی و همه زمانی خود رو تطبیق بدن که حقوق هستن. نکنیم این کارو، در جامعه های بشری به اینجا میرسیم که نه تنها در کشورهای زیر سلطه مشکل پیش آمده، جامعه های مسلط هم طبیعت رو تخریب کردن، یعنی حقوق طبیعت رو رعایت نمی کنن. در خود جامعه ها انواع اقسام تبعیض ها هست، یعنی امکانات به طور مساوی تقسیم نمیشه. و بدتر از همه اینها این هست که دولت ها هم در حال حاضر خصوصی شدن به وسیله شرکت های غول‌پیکری مثل بلک روک و اینها. و بنابراین ما از به علت رعایت بعضی از حقوق و به علت رعایت یک دونه بعضی از حقوق به کجا رسیدیم؟ شبیه همون نازیسم و استالینیسمی که در قرن 20 وجود آمد، کاپیتالیسم الان اونگونه داره میشه. یعنی آمده سرنوشت بشر رو دست شرکت‌های بزرگی داده، نئولیبرالیسم رو وجود آورده و اینها آمدن مسائل به اصطلاح اساسی بشر رو در دست خودشون گرفتن. بنابراین توجه داشته باشیم لیبرالیسم با نئولیبرالیسم فرق داره و ما با خطر فاشیسم جهانی روبرو هستیم. این نظر من هست البته. مرسی، خیلی ممنون. ممنون از شما آقای رایی. جناب آقای آل حمودی شما را میشنویم، بفرمایید. سپاس و تشکر به خاطر نکات خوبی که آقای مختاری اشاره کردن در قسمت دوم فرمایشاتشون. ببینید، شما اشاره کردین که به موضوع خیلی مهمی که همین تشکیل کمیسیون هست، ولی خب این تشکیل کمیسیون، من از همون ابتدا گفتم که این یک فرصت بسیار خوبی است در مقابل ما ایرانی ها. وقتی میگم ما ایرانی ها یعنی مخالفین نظام حاکم. رژیم دو حالت بیشتر نداشت، در حقیقت سه را بیشتر نداشت، یا یک کمیسیون داخلی چیز بکنه ترتیب بده، یا اینکه یک به اصطلاح اون کمیسیون هم در داخل درست نشد، ولی اینکه این کمیسیون رو بخواد قلاب سنگ بکنه، یا اینکه صریح بگه که من اینو به رسمیت نمیشناسم، که راه سوم انتخاب کرد، گفت ما این کمیسیون رو به رسمیت نمیشناسم، باشم همکاری نمیکنم، که قابل انتظاره که همین کمیسیون بیاد گزارش رو با مراجعه به
اپوزیسیون ایرانی و برخی از فعالان بین المللی و گزارش اخیر CNN در رابطه با شکنجه و تجاوزهای جنسی که صورت میگیره و در حقیقت اعترافات اجباری. ما به عنوان نیروهایی که خواهان رعایت حقوق بشر، خواهان یک به اصطلاح یک قوانین انسانی هستیم، چه کار میتونیم بکنیم در رابطه با فعال کردن این کمیسیون و در حقیقت کشوندنش به اون جایی که در واقع پرونده‌ای در رابطه با این رژیم توی مجامع بین المللی باز بشه و حتی مجوز مداخله نظامی رو صادر بکنن؟ عرض کنم که من با اجازه یک توضیح کوتاهی راجع به این کمیسیون حقیقت‌یاب بدم. ببینید، یک دادگاه هایی هستش در سطح جهانی مثل دادگاه لاهه که به جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی رسیدگی میکنن. یه دولت رو یا یک دولت مرد رو، مسئولین یه دولت رو نمیشه برد تو این دادگاه مگر اینکه خود این دولت جزء امضا کنندگان تشکیل دادگاه بود، دادگاه بین‌المللی باشه، که دولت ایران نیست. بنابراین علارغم اینکه دادگاه‌های به اصطلاح مجازی موازی تشکیل شد، مثل تریبونال اینا که ثابت کردن که اینا جنایت علیه بشریت میکنن، اسناد کافی هم در اختیارشون بود، نمیتونن جمهوری اسلامی رو بکشن به پای میز محاکمه. اما خوشبختانه با تصویب این قطعنامه که شورای حقوق بشر سازمان ملل رو مجبور کرده، متعهد کرده به اینکه این کمیسیون رو تشکیل بده و دولت ایران هم باش همکاری نخواهد کرد، اسنادی که اینا جمع بکنن میدن به سازمان ملل، سازمان ملل میده به شورای امنیت. اینجا ادامه بدم که شورای امنیت میتونه از دولت‌هایی که این هم امضا نکردن شکایت بکنه و اونا رو بکشونه به پای میز محاکمه. این امکان الان به وجود اومده که مدارک به شورای امنیت داده بشه و شورای امنیت از ایران به عنوان جانی جنگی از کل نظام ایران شکایت میتونه بکنه. ما چه میتونیم بکنیم؟ ما باید سعی کنیم که اسناد و مدارک قابل اثبات جمع‌آوری بکنیم از داخل. اگر به هر دلیلی حقم دارن، به دلیل امنیتی نمیتونن، برای ماها که اگر رابطه داریم بفرستن. من یکی از فعالین کمیته دفاع از حقوق بشر سازمان جمهوری ایران هستم، ما اونجا داریم مدارک رو جمع میکنیم. اگر مایل بودید بعداً با من شخصی تماس بگیرید، آدرس میدم، اگر کسی رو میشناسید این مدارکی داره تو ما برسونه. ما بعد از راست آزمایی‌هایی که در حد توانمون است انجام میدیم و میتونیم اینو به دست جاوید رحمان برسونیم که اون ارائه کنه به این کمیسیونی که هنوز تشکیل نشده، قطعنامه است فعلا تصویب شده. این کار ما میتونیم بکنیم که بخواهیم که شکایت بکنن از ایران، بس کنم مادران آبان شکایت بکنن بگن بچهشون کشته شده، چجوری کشته شده، اینا قابل استناد باشه. ما این کارا رو میتونیم در همکاری و کمک به این کمیسیون حقیقت یا انجام بدیم. من با اجازه پرچونگی میشه با اونچه که گفته بودم خسته به دلیل وضعیتی که از حالم اصلا خوب نیستش، من یک توضیح رو هم اجازه بدیم در مورد این کمیته های حقیقت‌یاب بدم بهتون. میدونید که در آفریقای جنوبی کمیته های درست شد به اسم کمیته های حقیقت‌یاب، بعد مسئله بخشش و عفو و اینا مطرح شد. اصلاح طلبان دولتی ایران اومدن اینو علم کردن مثال آفریقای جنوبی رو،
و به ما دادخواهان، من یکی از دادخواهان هستم خودم، به ما دادخواهان میگفتن با خصوص نبوی، من یادم یه سخنرانی میگن آقا دست برداریم و ببخشین آفریقای جنوبی رو نگاه کنین، ماندلا رو نگاه بکنین، بخشیدن شما ببخشین، ما میگفتیم نه فراموش میکنیم نه میبخشیم. این یک پلیدی شیادانه این اصلاح طلبان بود. چرا که ابتدا دولت نجات پرست کنار زده شد، قانون اساسی اومد، قضات قانون اساسی آفریقای جنوبی اومدن یه ماده تصویب کردن، این بودش ماده بخشش، که اگر کسی کمک بکنه به کشف حقیقت در کمیته حقیقت یا با کمیته حقیقت همکاری بکنه برای اینکه پرده از جنایات رژیم نجات پرست پیشین برداشته بشه، امکان تخفیف در مجازاتش و حتی بخششش وجود داره. یعنی شرط این بودش که اول این کمیته حقیقت یاب تشکیل میشه، شخص متهم همکاری بکنه با این کمیته حقیقت یاب در کشف حقیقت، اون وقت میشه تخفیفش بده. حالا من از این آقای نبوی، از اینا که اینو به من همسر من میگفتن آقا شما ببخشید، میپرسم که آقا جان من فرض کنیم که آقای خلخالی رو متهم میکنم، من آقای خامنه ای رو متهم میکنم، خب که تو برادر منو کشتی، تو پسر منو کشتی، تو دختر منو کشتی، به ناحق کشتی، غیر قانونی کشتی، زیر شکنجه کشتی، من اینو متهم میکنم، تا زمانی که دادگاه تشکیل نشه این حرف من یک اتهامه، پس اول باید دادگاه تشکیل بشه، مجرم تعیین بشه. آیا این کسی که من بهش متهمش میکنم اصلا حاضر به پذیر چنین اتهامی رو؟ که من بعد به این فکر کنم که خیلی خوب پذیرفت، کمک کرد، همکاری کرد، حقیقت پیدا شد، حالا منم روی این تخفیف جرمش کمک کنم. اینه که من از دوستان خواهش میکنم تو این تله نیفتی، یه وقتی میگن ببخشید و ببخشید، نه ما میبخشیم نه فراموش میکنیم، اهل انتقام هم نیستیم، همه دعوای ما برای این هستش که حقیقت روشن بشه که چرا بچه های ما رو کشتن، چگونه کشتن، به امر چه کسی کشتن، عاملین و عاملین چه کسانی بودن. متشکرم. ممنون از شما و توضیحات خوبتون آقای مختاری، دقیقا درست میفرمایید. به هر حال کسی که جنایت میکنه باید به دادگاه سپرده بشه و دادگاه در موردش تصمیم بگیره. اگر دوستان نظر دیگه‌ای دارن که بشنویم، اگر نه که بخش سوم و پایانی صحبت شما را آقای مختاری بشنویم. بفهمید دوستان. در واقع بخش سوم به نوعی توی این دو بخش گفته شد. من این بخش رو تحت عنوان یا به قول معروف تایتل حکومت دینی برابری زن و مرد عنوان کردم. یه نقل قولی دارم از که آقای منوچهر بختیاری کتابی داره به نام زنان بهایی صفحه 19، ایشون میگه جنسیت خط فاصله، زنانگی و مردانگی خط فاصله، مفاهیم و موقعیت‌های فرهنگی برساخته اجتماعی است. یعنی این جامعه هستش که میاد انسان رو بر اساس جنسیتش شروع میکنه شناسایی کردن، در حالی که چه زن چه مرد چه LGBT چه نمیدونم سفید چه سیاه چه مسلمان چه هیچ جنسیتی نیستش که انسان رو تعریف بکنه. انسان منم، هر شکلی دارم، هر قامتی دارم، هر نژادی دارم، نژاد که وجود نداره، هر به اصطلاح رنگ پوستی که دارم. این جوامع هستن که میان چیکار میکنن؟ بر اساس جنسیت انسانها رو به گروه های اجتماعی مختلف تقسیم میکنن. در این که یه نفر هم جنسگراست، خب با این روش زندگیش نوع خاصش با منی که دگر جنسگرا هستم فرق داره، ولی در این که او هم انسانیست و دارای همه آن حقوقی هستش که بنده هم دارم، که شکل عمومی شیوه عمومی زندگی اکثریت بشریت به این هستش که دگر جنس خواه باشن، خانواده تشکیل بدن، بچه درست کنن، بچه دار بشن،
به هیچ فضیلتی برای من قائل نمیتونه قائل بشه که حقی رو برای من بیشتر از اون قائل بشه. من قسم بررسی فلسفی این نیستش که چرا بخصوص در دین اسلام زن در یک جایگاه پایین‌تری از مرد قرار داره. اگه قوانین اسلام رو بگیرید واقعا مشمئز کننده است بعضی چیزاش. مثلا در قرآن گفته میشه زنان کشتزار شمایند، پس به کشتزارهایتان وارد شوید هرگاه خواستید. سوره بقره آیه 233. آنجا زنانی هستند که دوشیزگانند و پیش از بهشتیان هیچ جن و بشری با آنان تماس نداشته است. الرحمن سوره 56. در سوره نساء آیه 34 گفته میشه خداوند بعضی از انسانها را بر بعضی دیگر برتری بخشیده. و در ادامه گفته میشه زنان شایسته فرمان بردارانند. قرآن تا آنجا جلو میرود که به مرد حق به خط رساندن زن و دخترش را نیز میدهد. خب میدونن همون مسئله ناموسی و اون چیز. دو میگه که این زن از پهلوی چپ مرد آفریده شده. طرفداران اسلام رحمانی میگن اونجا که بسا زن رو میتونه مرد بکشه، برادرش بکشه، میگن که شهادت چهار نفر در صورت که بسا زنی متهم بشه به این که به شوهرش خیانت کرده، مرد میتونه رو بکشه اگر که تو رخت خوابم ببینه که هر دو تاشون میتونه بکشه. طرفداران اسلام رحمانی میگن که نه اینطوری نیست، شهادت چهار نفر لازمه. حالا این آدم نمیتونه چهار نفر رو جور کنه، خودش چهار دفعه شهادت میده. و اگر زنها بخوان شهادت بدن باید هشت زن شهادت بده. اینه که ببینیم در است خود این اون چه که در جمهوری اسلامی اکنون روان است و جاری هست که زنان رو، نیمی از جامعه رو به عنوان انسانهای دست دو ناحق کنار میزنن، چیزی نیستش که از خود این آقای خمینی اومده باشه بیرون. این از این ایدئولوژی بیرون اومده، این از این مذهب و دین به وجود اومده که زن رو چنین میبینه. من نقل قولای زیادی دارم از خود پیغمبر چی میگه، از حضرت علی چی میگه. مثلا قرآن در سوره نور آیه 31 تکلیف حجاب زنان و مؤمن را نیز روشن میکنه. میگه که به زنان و مؤمن نیز بگو چشمان خود را از شرمگاه های دیگران فرو بندند و خود نیز شرمگاه های خود را نیز از دیگران بپوشانند و زیبایی هایشان را جز آنچه خود نمایانه است آشکار نسازند. اطراف مقنعه خود را بر سینه خیش بیاندازند تا سینهشان را بپوشانند. بری تا کجا میرن جلو؟ من این رسرا خواستم بگم هیچ تعجب نکنید. به همین دلیله که زن ایرانی چنین جام بر کف گرفته و اومده وسط. زن ایرانی 43 ساله که چیه؟ تنها این نیستش که لباس حجابی رو معیره، بلکه حجاب رو باید طوری بپوشه که فرض کن که دوچرخه سوار دیده نشدنش. زن نمیتونه دوچرخه سواری کنه چون موقع دوچرخه سواری فرض کن میگن باسنش. اینه که دیگه زنها ما بساب به آخر خط رسیدن، زندگی ندارن. و اینه که شعار زن زندگی آزادی به این سرعت تبدیل شد به شعار انقلاب نوین مردم ایران که من از اون به عنوان یک رنسانس نام میبرم و از این جهت رنسانس میدونم، نهضت انقلابی میدونمش که آمد جامعه ما رو به طور کلی در هم ریخت و جامعه مردسالار ایرانی رو تبدیل کرد به جامعه زن محور ایرانی. این بزرگترین، حالا ما بتونیم این حکومت رو بندازیم یا نندازیم یه امره، ولی ما تونستیم یک رنسانس فرهنگی بزرگ در کشور ما رخ داده و اون این هستش که دیگر اکنون
زن محور شده، ارزش زن برای عموم مردم ایران به عنوان یک انسان برابر با همه انسان‌های دیگه شناخته شده. متشکرم. ممنون از شما. درست می‌فهمید جناب مختاری عزیز. حالا در مورد ادیان شما صحبت کردیم، منم خیلی سواله، مثلا کتاب انجیل در زمان عیسی نوشته نشده، کتاب قرآن در زمان محمد نوشته نشده، حالا تورات هم احتمالا به همین شکله، و این چطور میتونه کتاب آسمانی باشه که چندین سال بعد از مثلا فرستاده خدا بر روی زمین یک کتابی نوشتن، حالا دخیل نبوده باشه افکار اون فرد نویسنده یا افرادی که نزدیک به اون فرد بودن، به هر حال نمیتونه هیچ کدومش سندیت داشته باشه، ولی خب متاسفانه هست دیگه، ما چندین قرنه که دوچار یک همچین قوانین قرون وسطایی آخوندیسم هستیم از پس از صفویه به این ور، و امیدوارم که آخریش باشه، این پاییز و زمستان آخریش باشه و تمام بشه بره. جناب آقای صمد جعفری، میشنویم شما رو. با سلام خدمت همه عزیزان و سخنران محترم، من دو تا مطلب بود میخواستم عرض کنم خدمتتون. یکی که این که به هر حال این موضوع قضیه زن و اینا به نظرم قبل از این که توهین به زن باشه اصلا توهین به مرد، خاطر این که اینقدر شأن و منزلت مرد میاد پایین که همش فقط دنبال اینه که ببینه آیا مثلا سینه زن باز هست یا نه، یا باسن زن مثلا چجوریه، این که واقعا به نظر من یه توهین بزرگ هم هست. و مطلب دوم این که یه سوال بود بخواستم بپرسم، این که ما این مدارکی که فرمودین خب همش فیلم ها و به اصطلاح چیزاییه که از توی شبکه ها به اصطلاح چیز هست که من خیلی هاشونو برداشتم، اصلا میبینم که اینا سندیت داره که ما بخواییم بفرستیم به هر حال برای این که به عنوان سند بشه ازشون استفاده کرد یا نه، چون ما که خودمون تو بکلن اروپا هستیم و هیچ دسترسی هم اونجا نداریم که مثلا تو صحنه بوده باشیم و اینا. ممنونم. عرض کنم که زنده باد به اون حرف قشنگی که گفتین که این در واقع اهانت به مردم هستش، ولی متاسفانه میدونید که مردای ما در مقابل این اهانت سکوت میکردن و همیشه تو خونه بین پسته خونه که 3-4 تا بچه داشت پسر بزرگه حق حرف زدن داشت، پدر حق تعیین همه چیز در خانواده رو داشت و مرد هم که در نظام جمهوری اسلامی به ویژه همه کاره بود و خوشبختانه الان مردان ایرانی هم فهمیدن که این ناحقی فقط در مورد زنان نیست، بلکه خودشون هم به عنوان یک انسان اگر همراه زنان نشن در واقع شریک جرم هستن. اون کاری رو در مقابل وقتی در مقابل یه چیزی سکوت بکنی به نوعی تاییدش بکنی، به نوعی شریک جرم میشی. این مدارکی که شما فرمودید در دنیای مجازی منتشر شده، اینا جمع‌آوری شده و راست آزمایی هم شده. خب من قصدم این بودش که فرض کنید شما یکی از داغداران سنگونی هواپیمای اوکراینی رو میشناسید، اون خودش تو ایران شکایت هم کرده، شما رو پرونده هم داره، به جایی نمیرسه کارش. یا فرض کنید شما یکی از مادران آبان رو میشناسید یا دی رو میشناسید. خب ما بچه های دهه 60 همه مدارکمون رو جمع کردیم، اونایی که زنده بودیم و هستیم، من روز تعدادیمون متاسفانه بیشترمون داره میریم، ما مدارکمون رو جمع کردیم، کتبیش کردیم، رسمیش کردیم، ثبت کردیم و اینا رو رسوندیم به دست اینا، از بخصوص از این 96 98 و الان 1401. اگر کسی رو میشناسید که
دادخواهه، اون رو منظور من ازش بگه که مثلا من پروین سلحشور دخترم رو در تاریخ فلان در خیابان فلان با شلیک مستقیم به قلبش کشتن، من شکایتم کردم به دادگاه، اینا اکثرا برگه شکایتی نوشتن، شماره پروندم هم اینه. این هم میتونه راستی آزمایی بشه، هم یه مدرک. قصد من این بودش، یعنی مدارکی که تو دنیای مجازی هستش که امنستی و نمیدونم این تشکلیات های حقوق بشری همین کانون شما خیلی جمع کردن، مرتب هم توی اون نشریات رو منتشر میشه. خب اگر سوال دیگه نیست من با اجازه اون مرخص میشم، تشکر میکنم از دعوتی که از من کردی، امیدوارم در زمان دیگه فرصت دیگه که کمی آرامتر شده باشیم، حتی اگر انقلاب به پیروزی دیده بوده سیده باشه، جشن پیروزی انقلاب رو با هم بگیریم و بتونم، اگر تصور برای این هستش که چیزی دارم برای گفتن، در خدمتتون خواهم بود. بسیار ممنون جناب مختاری. البته یکی از عزیزان خانم محمودی سوال داره، اگر پاسخگو هست بسیار. خانم محمودی بفرمایید. درود خدمت همه همکاران عزیزم و جناب مختاری و بینندگان عزیز که از طریق یوتیوب دارن ما رو میبینن. جناب پرویزی، در خصوص خانواده های دادخواه که این مسئله رو مطرح کردیم، اتفاقا من عضو یکی از این خانواده ها هستم که حالا به هر دلیلی تا الان این مسئله رو مطرح نکردن و حالا اگر بشه من از طریق دوستان یا خودتون ایمیلی رو بدین که این موارد و مدارک رو خدمت شما ارسال کنیم و که چیز خاصی هم نیست، حالا یعنی کاملا همه چیز خیلی چیز بوده، اون رو من حالا با شما در میون میذارم و اطلاعات رو بهتون میدم. در خصوص صحبت هایی که اینجا شد، چون آخرش مسائل زنان رو داشتید مطرح میکردید، زن زندگی آزادی، من میخواستم این رو هم اشاره کنم که این روزها که داره اعدام ها صورت میگیره، به نظر من قهرمانان واقعی ما زنانی هستن که در زندان ها بهشون تعرض میشه، بهشون دقیقا تجاوز میشه و این افراد حالا بعد از اینکه آزاد میشن مطمئنن شرایط بسیار سختی رو دارن و اگر که بتونیم حالا اینها رو هم فراموش نکنیم و اینکه چطوری میشه داستانهای اینها رو روایتهاشون رو مکتوب کنیم و اینها رو هم اضافه کنیم، یعنی ما اعدامی ها رو داریم، افرادی که کشته میشن در خیابانها رو داریم و این تجاوزها و تعرضها هم داریم که اینها کمتر از مرگ نیست. مطمئنن فردی که از زندان برمیگرده با توجه به تماس ها و پیام هایی که من در ایران داشتم به این شکل بوده که اینها حاضر به صحبت کردن هم نیستن، یعنی میگن ما حاضریم بمیریم ولی باز برنگردیم به زندان و بخوایم این شرایطی که تجربه کردیم رو تجربه کنیم. حالا از افرادی که آزاد شدن و این روزها میبینیم که مثلا تیراندازی هم که میشه، دقیقاً در ادامه صحبت‌های شما به سینه‌های زن‌ها، به اندام‌های جنسی بیشتر یا به چشم‌ها اینها رو دارن نشونه می‌گیرن که باز به نظر من اگر بشه یک دسته‌بندی خاصی باشه یا تحت عناوین و تیترهای مختلفی ما بتونیم اینها رو مستندسازی کنیم، این روایت‌ها رو بنویسیم یا برسونیم به دست افرادی مثل شما، خیلی می‌تونه مهم باشه. و یک مسئله دیگه هم هست در خصوص حالا کارهای حقوق بشری که داریم انجام میدیم، جدی که در جامعه هست، یعنی ببینید همه ما شوکه‌ایم، یعنی جمهوری اسلامی دقیقاً میدونه داره چی کار میکنه، 40 سال هم هست این کارو کرده. خیلی جاها اگر ما در این 80 روز جلو اومدیم، چون که انگار که دستشون رو خونده بودیم، حالا پدران ما، گذشتگان ما، این هی نسل به نسل تجربه رسیده به نسلی که الان در خیابان هست و به این شکل شروع کرده به مبارزه کردن، ولی میبینی مثلا اعدام میکنه، حالا اعدام رو میاره در ملأ عام، یه نفر دیگر رو میگه میخوام اعدام کنم، شوکه میکنه. یعنی در این مورد هم اگر شما حالا بتونید یک راهکاری بدید یا اصلا بگید ما به عنوان اکتیویستی که داریم فعالیت میکنیم
یه جوری حالا از اون بر امتداد صدا هستیم، یک سری مخاطبهایی هم داریم خودمون امید داشته باشیم یا بتونیم به اونها امید بدیم یا بخوایم یک راهکار یا سلوشنی بدیم که بتونیم این روزها رو بگذرونیم و خیابون رو یا اون رها خیابون خالی نشه، مردم بیان بیرون، صدا باشه، هشتگ باشه، فعالیت توی فضای مجازی باشه، چون که به هر دلیل اگه بخواد سکوت بشه معلوم نیست که بعدش چه اتفاقی میافته. چون که من همش امروز فکر میکردم اون خدای دهه 60 که گفته اومده و انگار که واقعا داره همه اون کارهایی که توی دهه 60 کرده رو داره انجام میده و اعدامهاش رو هم شروع کرده و این خیلی ترسناکه، وقتی که نزدیک 19,000 نفر زندانی رو ما داریم که اینها انگار گروگان گرفتن و با دهن کجی روز یک نفرشون رو همراه با اذان اعدام میکنن. اینها یه مسائلی هست که اگه شما حالا تا اونجایی که وقت دارید یه اشاره هایی بکنید و ما بتونیم یک انرژی هم بگیریم از کلام شما، به نظر من خیلی خوب باشه. متشکرم. من آدرس ایمیلم رو میدم به گردانندگان، امشب شما میتونین از اونها دریافت کنین و هر مطلبی دارین برای من بفرستین، منم میفرستم برای ارگانهایی که اینا رو راستازمایی میکنن و میتونن ادامه بدن به جای مطلوب برسونن. در مورد امید دادن، ببینید ما الان خیلی صحبت میشه که میگن یه بخش خاکستری هستش، یه بخشی هستش که نمیاد تو، علتش هم هستش که اونا نمیاد. ببین ما توقعمون این سایپری نظام هم خیلی زرنگه، راه افتاده اصلا خبری نیست، همه چیز تموم شد. بلکه اگه همه چیز تموم شد که همین پریروز جمعه بود دیگه، در سطح جهانی چندین هزار آدم ریختن بیرون. من خودم بروکسل بودم، میدونم هامبورگ هم چند صد نفر اومدن بیرون، در مونترال اومدن بیرون، در خیلی جای دیگه، در داخل هم همینطور که زاهدان رو دیدیم، شهرهای دیگر رو دیدیم، اکباتان رو در تهران، چیتگرد رو در تهران، هفت روز رو دیدیم، دانشگاه همچنان پیش خرابول هستن، اعلام میان تو این اتاقای مجازی، تو این بخصوص کلاب هاوس و اینا، تموم شده همه چیز، خبری نیست، اینا تبلیغات علکی و فلان. خب اینا ایجاد ناامیدی میکنه و اینکه آقا اکثریت جامعه خاموشن، این هم ایجاد ناامیدی میکنه. ما عنوان فعالین باید سطح توقعمون رو نبریم به اون روزی که انقلاب پیروز شده، اینجایی که هستیم رو نگاه کنیم. شما یک کوهنورد رو بگیرید، من کوه پیمایی میکردم جوان، مربی من میگفتش همیشه بچه هیچ وقت نگاه نکنید چقدر تا قله دارید، نگاه کنید عقبتون چقدر اومده شده، ببینید چه دستاورت های بزرگی ما در همین سه ماه به دست آوردیم. همین که گفتم زن محور شد جامعه ما، همین که مسئله ترک و عرب و بلوچ و آینا تجزیه طلبن، جدایی طلبن، اینا همدیگر رو میکشن، ترکیه اونو میکشه، اونو اینو میکشه، همه اینا حل شد. ما میگیم نه بابا، ایران یه ایرانه، مردمان این تبارهای مختلف ایرانی که تو این جغرافیا زندگی میکنن همه خودشون ایرانی میدونن و برای این آزادی این ایران و آزادی خودشون دارن مبارزه میکنن. به نظر من بعد از مردم چیزی رو خواست، اگر شما جوان هستین حتما ارتباطاتی هم دارین در ایران، ارتباطاتون فعال هم احتمالاً باید باشه، از مردم توقعی رو داشت، کاری رو داشت که میتونن بکنن. من مطمئنم امروز خون گریه میکنه هر ایرانی، همون قشر خاکستری که میگن. فرض کنیم ما از اینا بخوایم که آقا شرکت این اتوبوسرانی های عمومی رو چرخاشو پنچر کنن، اونایی که تو بنادر کار میکنن یه کاری میکنن که گردش کار تو اونجا لنگ بشه، اونی که تو کارخونه کار میکنه یه پیش شل بکنه، ماشین خراب بشه، اینو به اصطلاح بهش میگن که خرابکاری مشروع، مثل اون دفاع مشروع هست. اینو خیلی ها میتونن بکنن، داره رد میشه یه تیکی میخ بندازه زیر چرخ اتوبوس، پنچر بکنن، نذارن این چرخ دولتی اون گردش عادی خودشو داشته باشه. من فکر کنم اگر چه این توقعی رو از مردم روشی فرض کنید، پولاشون از بانک‌ها بکشن بیرون، دیگه با کارت پرداخت نکنن، پول نذارن تو بانک‌ها،
پول نقدشون رو بیارن بیرون، قبض آب و برق رو ندن، چیزی رو از مردم بخواییم که میتونن انجام بدن. فرض کن همین سه روز گذشته، سه روزی که داشتیم به مناسبت 14-15 آذر، خب خیلی کسه با تهدید کردن، میمدن این سایت پیدا بودن، همه نبودن. اگه قرار بود که همه بودن، خب شما دیگه نبودید که جاروتون کرده بودید، ریخته بودید اون سطح آشخان. توقعمونو یک نبریم اونجا با دوستانتون صحبت میکنید که انقلاب پیروز شده، ما در راه انقلاب مثل یک موجود زنده می طفل نطفه هست بسته میشه، این نطفه در ایران بسته شد، بعد متولد میشه طفل شیرخواره هست، بعد یاد میگیره 14 دست برو بره، بعد بزرگ میشه، بچه میشه، جوان میشه، دا مثلا مالخ میشه. ما اینجوری بگیرین انقلاب، نه که پس فردا ما حتما پیروزیم، ممکنه 2 سال بکشه انقلاب فرانسه، 10 سال بکشه، ولی انقلابی که الان در ایران شروع شده که من بهش میگم رنسانس، رنسانس انقلابی یا نهضت انقلابی، این راه برگشت نداره. کی به پیروزی دست پیدا کنه رو نمیشه گفت، پیغمبر نیستیم که نمیتونیم پیشگویی کنیم، ولی از دوستانتون، از مردمان چیزی رو بخواید که میتونن انجام بدن و سطح توقعات خودمون رو نبریم، بذاریم به آخر نهایت قله رو بدونیم که کجا میخوایم بریم، ولی پشتمون رو نگاه کنیم چقدر پیروزی به دست آوردیم. دوستمون خیلی هزینه دادیم، قلب هممون درد میکنه، ولی پیروزی‌های بزرگی هم به دست آوردیم، خیلی هم بزرگ. متشکرم از همکاران. سپاس از شما جناب آقای مختاری عزیز، ممنون از این که قبول زحمت کردیم و حضور داشتیم و استفاده کردیم از صحبت‌های خیلی خوبی که شما انجام دادین، و لازمه که یک بار دیگه یادآوری کنم که امروز به همت کمیته پژوهش جلسه ویژه هماندیشی برگزار شد به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، و موضوع بعد جلسه‌مون وضعیت حقوق بشر در ایران بود. سپاسگزارم از همه همکارانی که حضور داشتن، عزیزانی که نظراتی ارائه دادن، از مخصوصا از آقای پرویز مختاری عزیز تشکر میکنم که روز قبل زحمت کردن و حضور داشتن، همینطور از همکارانی که منو یاری کردن، بانوان عزیز، سرکار خانم سمانه بیرجندی، سرکار خانم روزا جهانبین و سرکار خانم زهرا رهایی که مسئولین ضبط صدا و ادمین ها بودن. سپاسگزارم از شما و در ساعت 19:36 به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه رو اعلام می‌کنم. متشکرم.